سلام بر عاشقان ادبیات، اومدم در مورد یکی از بزرگترین شعرهای کشور صحبت کنم، در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی، و در مورد شانامی براتون یک تحلیل کلی هم ارائه میدم. با ما همراه باشین، لیتس گو. امیدوارم که دیگه این دفعه گیر نده. Let's go. بله، حکیم ابوالقاسم فردوسی در تابان طوس متولد میشه در سال 329 هجری قمری. پدرش هم از دهقانان طوس بوده، یکی از ثروتمندان بزرگ اونجا بوده. البته یک نکته مهم اینجا مطرح میشه که دهقان، این واژه دهقان من جای توضیح اولیه ارائه دادم در اول ویدیو، دهقان الان که به کشاورزان پیشگان اطلاق بشه، اما اون موقع افراد ثروتمند رو میگفتن دهقان، ملاکین بزرگ، که پدرش هم جز همین دسته افراد بوده و به کسی هم محتاج نبوده پدرش، و کلا خاندان ابوالقاسم فردوسی همشون ثروتمند بودن. ولی خب حالا من در واسه دیگه باید اشاره می کنم، در زمانی که فردوسی شاهنامه رو می نویسه، اون موقع دیگه تو فرد تنگدستی بود، تنگدست به فرد از تنگدستی شاهنامه میشه، اونجا به فرد از تنگدستی دوشان میشه و دیگه کلا تغییر میشه تا زمانی که زنده است. خب بریم برای ادامه توضیحات. اما خب چه انگیزه ای داشته برای شاهنامه؟ حالا من باز یه توضیح مختصر اینجا بخوام ادامه بدم. علاوه داستان کهن، روایت ها و داستانی که از اقوام شوربریاش میشینه، یا تو دور همه فامیلی میرفته اونا رو میشینه، به این فکر کسی خب من این داستان ها رو جمعالی کنم و توی شما گیرآوری کنم. خیلی کار بزرگه واقعا بچه ها، اراده میخواد. یعنی ببینید من وقتی تو ابو دار آن شد نفر ادامه میدم، منظورم همین اراده است. هیچ کس الان قادر به انجام همچی کاری نیست. راست میگی. بله واقعا که شاهنامه رو نگارش کنه، به نظم در بیاره، بنویسه. خب بریم بعد آن ویدو. فردوسی در سال 370 یا 371 هجری قمری این شاهنامه رو آغاز میکنه، به نظم مینویسه و در اول کارم همونجور که گفتم خیلی ثروت داشته، خیلی اموال داشته، اما خب مجبوره همه رو هزینه شاهنامه کنه و بعدم متاسفانه به فرد تنگ دستی چون میشه و در همون حال هم از دنیا میره، که واقعا جای بسی تأسفه که یک اثر فاخر بنویسی بعدم اینطوری قدرتون ندارم. واقعا برام افرادی که قدرشان دوستم متاسف هم میگن. اول شاهنامه اینجا وقت من تو پاور هست، ولی خب یک اشاره میکنم، این حرف رو داره: بسی رنج بردم بدین سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، پیف کندم از نرم کاخی بلند، که با دوباره نیاید بخش نیابد گدن. پرنری شاهر رشت رشت این نیابد و من اشتباه دیدم. بناهای آباد گردد خراب، دواران و ستابش آفتا. من این کلی چیزی که واقعا یعنی تلاش کرده فردوسی، همت کرده، خب خیلی کار میخواد دیگه، صبح شب نگارش کرده، کلی هم هزینه کرده، ولی خب دیگه حالا من دادم عرض میکنم چی شد. این اولش حالا بود که من براتون گفتم خواستم ادامه بدم، ولی خب دیگه فرصت بلد مجلس ویدیو فرصت نیست و میریم برای ادامه بحث. اینجا هم که به زبان انگلیسی من شعر رو آوردم، در سال 371 که شاهنامه فردوسی رو آغاز می‌کنم، طور که عرض کردم خیلی خرج می‌کنه، از این می‌کنه که اقبالی ازش نمیشه. برخلاف بعد یک سری شعرهای متاسفانه پخش شده، چه اخیراً چه همون مواقعی که فردوسی شما نگارش کرده بوده، اینه که می‌خواسته برای شهرت و ثروت و اینا بنویسه. در تو باید برکرد اصلا اشتباهه، به خاطر علاقه داستانهای کهن بوده، چرا که خودش ثروتمند بوده، اصلا نیازی نداشته به این کار. عشق دوستان و یک داستان جالبی هم من حالا اینجا عرض میکنم و بینیم به برسید را به شاهنامه. و زمانی که فردوسی شاهنامه به اتمام میرسونه، چون وضعیت خوبی نداشته، تصمیم داشته که اونو به سلطان محمود قزوین هدیه کنه، یک کمک هزینه که من خرید چیز ازش بگیره. وام ازدواج. حالا هر چی. و اینم بیام که سالها قبل از سلطنت محمود قزوین شروع کرده باشه سالها. بخش شاهنامه. حالا کار نداری. سالنامه شاهنامه فردوسی. حالا کار نداری. و همون موقع هم دیگه رفته رفته تراش شروع کرده دست داده میشه. میره به شهر قزوین و
بهش بگه که من شما نوشتم تقدیم به شما بودم که خوشتون بیاد و من اینجور داستانم. ولی خب همه که مرواز فیروزی تحبیش میکنه، میگه من اینو قبول ندارم، پاشو برو و تحقیق بکنم واقعا. من واقعا برای ایشون متاسفم واقعا که قد نشناس بودم و متاسفانه تحبیش میکنه. فیروزی هم راه توت رو در پیش میگیره. البته اینی که من میگم هم خیلی تایید نشده، ولی خب یک سری حجبیاتی هم منتسب شده به ایشان. بعد از اینکه سلطان ایشون تب میکنه، شعر مینویسه، اون رو تحقیقش میکنه، میگه تو اصلا سلطان نیستی، تو اصلا ملکی، از این جور حرفا. حالا من اینو بعد بررسی میکنم بهش بهت توضیح دادم. مجمع میگه بچه بیا پایین. نه یعنی همون. بله همون. و به خاطر همین هم به چند شهر اینا کوچ میکنه، به هرات میره، به مشهد میره، به چند شهر دیگه میره، آخرش هم توی توس اقامت میگذینه و همونجا متحتمان دنیا میره. ولی خب این هم باز مشهوره که وقتی که بعد از مرگ فردوسی توی مراسمی حکیم سلطان محمود غزنوی یادش کنین و میگه ای من چه اشتباهی کردم قبلش من دونستم. با یه سری هدایا میره توس، بعد میگه که به چرم کنه، میگه حالا اشکال نداره دیگه، ما پیش میاد دیگه، این داستانا هست. ولی وقتی که میره اونجا میبینه جسد حکیم القرصه فردوسی داره از اونجا خارج میشه. یعنی صحنه دردناکی بود واقعا براش. به همین خاطر تصمیم میگیره به بازمانده به بازماندگانش کمک کنه، اما فقط دخترش میمونه اونجا که دخترش هم قبول نمیکنه. حالا کار نداره این داستان. خب به این داستان جالب بودم بهتون در مورد القرصه فردوسی گفتم. اگر اینقدر خاطر گفتم به خاطر اون در مورد جزئیاتشون خیلی اطلاعی در دست نیست، ولی خب این موارد دیگه هستش که من بهتون گفتم و توضیح دادم دادم. و اینم اینجا من تاکید بکنم به چه علتی سلطان محمود قبول نکرد شما رو بخوا. نظر زیاده، این نظر اینه که حالا این شیعه بوده، اون سنی بوده، آخر یه اختلافی داشتن نشد اینا. دوم بود که از رستم و سهراب و افراسیاب و اینا گفته بوده. خب سلطان محمود هم که اون موقع گفته بود که من خودم هزار تا رستم دارم، کیه داریم؟ ما هزار تا اجنا داریم. و مورد سوم بود که شعرای متملق و چابلوس دربار پشتش بد گفتن. گفتن این برای اینکه کسب و کارشون بیکار از فکر نرفته، بعد گفتن که اینو ترش کنه بره خودشون هر چی میخوان مد و ستاش کنن و اینا. و یه دلیلی که همینه که خود سلطان میگن که سلطان تو همون جلسه گفته بود که چرا منو مد و ستاش نکردی؟ اون خیلی واقعا. و این نشون از عدم آگاهی ایشون داره. اون موقع اصلا متأسفانه پادشاهان ما آگاه نبودن به این مسائل. و به خاطر همین هم دیگه هم اتفاقی که گفتم افتاد. و بعد از حجنامه که البته خودم میگم این منتسب قطعی نیست که فردوسی سروده، توی هرات و طبرستان اقامت میگذینه و بعدش هم که میره توس و همونجا دیگه تموم شد، دیگه در گذشت و روح شاد و یادش دایی کن. اما خب به این فراغ شاهنامه ببینید که واقعا چه ویژگی داشته که این شاهنامه که حالا ما اینقدر میگیم شاهنامه سند ملی اقوام ایرانیه. شناسنامه ایرانی شاهنامه است بچه‌ها، اینو من تأکید میکنم، شناسنامه ملی ایرانی شاهنامه است. و اصلا زبان فارسی رو احیا کرد. اصلا مگه شاهنامه شما جور فارسی رو بعد نمی‌کنید که یک زبانی داشتیم معلوم نبود عربی بود انگلیسی بود چی بود؟ very good challenge بود. نه دقیقا. و در مورد فلسفه میگم که شیعه عربی دوازدهمی هم بوده اتفاقا، که توی کس اشاره کرده بود که من چون شیعه بوده من نمیدونم. مورد بعد در مورد شما که میتونم بگم اینه که داستان شما از چه مقام ایران گرفته شد، یعنی که فلسفه از کجا بود خودش ساخته؟ میگیم نه، شاهنامه دقیقی و شاهنامه ابومعید بلخی و شاهنامه ابومنصوری که البته اینو الان دیگه نیستن دیگه، فقط 15 سطح مونده که ابومنصور هم مقدمشه، ولی خب اون موقع بوده و فردوسی هم نشسته فکر کرده. یعنی تفکر، من وقتی بوده روانشناسی میگم تفکر منظورم همینه، نشسته فکر کرده که چی بنویسه و همین موارد رو به نگارش داده بود. یه کات پیست کرده کپی رایتو گفته اینم مال مایه. چقدر تفکره ولی؟ نه یعنی فکر کرده نشسته. بعدم اسم فایل عوض کرده گفته از پروین اعتصامی بذاریمش پروین فردوسی. نه یعنی تفکر کرده فکر اصلا چی بنویسه. آره واقعا هم همه تفکر میخواد به همین راحتی نیستش که بیای یه دونه کلیک راست بکنی کتاب این یکی رو بزنی به اسم خودت.
بله دقیقا 60,000 بیت هم از بازه. این خیلی برام دوره بود، 60,000 بیت تو 30 سال، اونم کلی عرضه کلی آخرش هم هیچی به هیچ. اینجوری بکنم سال 2000 بیت می نوشته. نه نمیدونم حالا ما خب حالا بخش هستی چانامه چیه دیگه، حالا من که دیگه فرصت دست دادیم چانامه کلی هسته بخش رو بچه آغاز پایان تنه هستی. یکی چه دوره اساطیریه که از عد کیومرس تا ظهور فریدون، بعد اونجا ضحاک هست، هوشنگ هست، سمورت هست، جمشید هست، یه داستانی که اصلا حالا من مفصل توی یه ویدئویی بهشون اشاره کوتاه میکنم چون اونقدر طولانی که اصلا زمان میکنم. آره اون دیگه میره تو ویدئوهای اساطیری، بخش اساطیری که باز میکنیم میره تو اونجا، دقیقا اونجا هست دیگه، تو همین داستان هست. بعد هم داستانی مثل وجود انسان و کشف آتش و جای کردن از سنگ و اینجور داستان هم هستش توی این دوره اساطیری شاهنامه. البته منم اینو اضافه بکنم بلد. که بخشی از داستانهایی بودن که از داخل شاهنامه حذف شدن بلد. مثلا حمله به جومونگ به گوگوریا بوده، تسو جلوشو میگیره، بعد اینا برعکسش میکنن کره‌ای ها. آره ما باید به این افتخار کنیم. آره خیلی از ما چیز رفته اسکی رفتن. آره دیگه واقعا، یعنی من متاسفم برای اینو. بعد داشتم میگفتم که غالبا تو این دوره اساطیری هم جنگ‌های داخلی بوده، همین بومیان پرت ایران برمی یه سری مشکل داشتن می جنگیدن و از اینجور داستان ها. بومیای ایران بوم بوم می کردن. بله. و در پایان دوره اساطیری هم ظهور ضحاک رو داریم که واقعا تاثیرگذار بوده، دیکتاتوریوار حکومت می کنه به مردم ایران و متاسفم واقعا براش که مردم اینو خیلی اذیت میکرد و من ادامش اشاره میکنم. اون بخش مردن و ایناشو واقعا تو ویدیوهای اساطیریمون میگیم، از هر کشوری اساطیریشو میگیم، از اسکاندیناوی چی ما میگیم بخش اساطیری از ادبیاتمون جداست. دقیقاً اشاره میکنیم یکی از این خوبه که دادن و دوره پهلوانی ما داریم، بخش روم شاهنامه است که از پادشاه فریدون شروع میشه، بعد از مرگ بعد از کشتن ضحاک فریدون به قدرت میرسه، بعد اینجا ایرج میاد، منوچهر میاد، نوذر میاد، گرشاس میاد، بعد به ترتیب کیقوباد، کیکاووس، کیخسرو، لهراس، گشتاس دیگه همینجوری میان دیگه. و یه سری افراد نامداری هم اونجا هستن مثل رستم و گودرز و زال و توس و بیژن و سهراب. یعنی اصلا اسم رستم میاد واقعا تن هر دشمنی به لرزه داره. واقعا اینقدر رستم خوبه بهش یه چیز دیگه نگفتی که با کی شروع میشد. بله اینقدر رستم اونجا قوی بوده، اینقدر قدرتمند بوده، یعنی داستان شما رو من عرض میکنم خدمتتون اونقدر قدرت داشته که اصلا قابل بحث. بعد تو همین دوره سیاوش پسر کیکاووس باید افراسیاب کشته میشه، متاسفانه باید ترفندی میکشنش به توران و همونجا هم متاسفانه با نامردی میکشنش. اصلا یعنی بوی از بدبینی نمیبرده افراسیاب واقعا. آره این قسمت مال اساطیر مال ادبیات نیست، از ما نیه، جمعش کن بره. بله سعی میام که تموم شه. برای اصلا بتون حمله میکنه. حالا این داستان هست دیگه. حالا من در قسمت اساطیری قشنگ با شعر و به صورت حماسی بهش اشاره میکنم. و قسمت آخر شاهنامه که دوره تاریخی رو ما داریم که با ظهور بهمن آغاز میشه، دوره هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان رو اینجا فردوسی در موردشون صحبت میکنه و با حمله عرب هم دیگه این دوره تموم میشه و کنن شاهنامه تموم میشه. یکی از بهترین کتاب‌ها واقعا دوره شاهنامه و من توصیه میکنم و تاکید هم میکنم حتما اونایی که دوستان برن بخونن کتاب، حتما من ویدیوشو میگیرم درمش توضیح میدم. واقعا یعنی هر کی بخونه خوب آدم تطبیق میکنه اون کتاب. بریم سراغ تصاویر. این آرامگاه فردوسی، این بیت اول شما اینجا اووردن و نشان فروهرم که اینجا داریم، فروهرم داریم اینجا میبینیم. تصویر دوم در اون آرامگاه فردوسی، موزه فردوسی که من اینجا رفتم و واقعا جای دلباز و دلکشایی که حالا ما خواستیم ولاگ بگیریم فرصت نشد، بعد پس این ولاگ هم میگیریم. این از سنگ قبر خود آرامگاه فردوسی که اینجا قشنگ با خط خوش اینجا نوشته شده در موردش توی طبق توی وفات. و تصویر آخرم که نقش برجسته تنگی از داستان شاهنامه که توی موزه فردوسی هم هستش. خب دوستان ویدیو امروزمون، امیدوارم که همه عاشقان ادبیات و همه دوستان از این ویدیو من لذت برده باشن. و یک بار دیگه میگم، اول اینکه به خاطر قانون یوتیوب و این داستانی که الان ما تو کانال تلگراممون هم گذاشتیم حتما کامنت انگلیش یا انگلیسی برامون تایپ کنید. و اینکه هر انتقادی هم دارین حتی تو دایرکت صادقانه بنویسید. من همیشه میگم اصلا من انتقاد استقبال میکنم، میگم حتی خودشون میدونن هر انتقادی میشه میگم دست شما درد نکنه که انتقاد کرد. و خود فکر که مراقب خودتون باشین و خداحافظ شما.